جمعیت زیادی کرمانشاه میدان آزادی. مرگ بر روحانی، مرگ بر جمهوری اسلامی. تجمعات و راهپیمایی‌های خیابانی که از جنس اعتراض به وضعیت اقتصادی باشد، طی روزهای اخیر در تعدادی از شهرهای ایران رخ داده. اما نه در مقیاس اعتراض‌ها و درگیری‌هایی که امروز مشهد شاهد آن بود. شعارها علیه رئیس جمهور و دولت و گرانی اول این شایبه را تقویت می کند که شاید جناح مخالف دولت پشت این تجمعات بوده باشد. اما مرگ بر گفتنهای معترضان امروز رئیس قوه قضاییه را هم هدف قرار داد. این شعارها دیگر ربطی به رقابتهای جناحی ندارد و عملکرد کل نظام را سرزنش می کند. علاوه بر اینها شعارهایی هم شنیده شد که یادآور اعتراضهای سال 88 بود. اما کم سابقه ترین شعارها در تجلیل از حکومت سابق بود. شعار رضا شاه روحت شاد، آن هم در مقابل مسجد گوهرشاد. و این شعار که به وضوح اظهار دلتنگی برای شاهان پهلوی بود. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. اعتراض‌های مشهد از فراخوان‌های تلگرامی شروع شد بر علیه گرانی. در روزهای اخیر گرانی تخم مرغ مسئله ساز شده بود، اما وقایع امروز مشهد فراتر از اعتراض به گرانی تخم مرغ بود. کشور ما حضور پلیس ضد شورش به کنترل جمعیت معترض کمک می کند، هرچند گاهی هم به تحریک بیشتر مردم منجر می شود، به ویژه وقتی باتوم ها بر روی جمعیت بالا بروند. فرماندار مشهد گفته است اعتراض های امروز غیر قانونی بودند ولی پلیس مدارا کرد. ادامه این دعوت چون غیر قانونی است و موجب اخلال در نظم و حرکت عمومی است، ممکنه که موجب برخورد قانونی با شما را ایجاد بکنه. فعلا خبری از آسیب دیدگان اعتراض های امروز منتشر نشده، هرچند معلوم نیست چه اتفاقی برای این مردی افتاده که در این تصویر دیده می شود. به نظر می آید نیروهای انتظامی و امنیتی امروز غافلگیر شده بودند، اما مقامات امنیتی در هر کجای دنیا می دانند لزوماً همیشه اینطور نیست. مردم در اعتراض به گرانی و وضعیت بد اقتصادی اومدن بیرون. این گزارش رو میفرستم برای بی‌بی‌سی. Come on!
همراهی دارید. ادامه این دعوت چون غیر قانونی هست ممکنه که موجب برخورد قانونی با شما رو ایجاد بکنه. صندوق بازنشستگی که مربوط به دولت نیست، مربوط به بودجه نیست، خود صندوق باید متکفل باشه. حسن روحانی بزرگترین چالش اقتصادیش را نه تورم و گرانی، نه سرمایه گذاری خارجی و نه تحریم هایی که بعضی هنوز باقی ماندن می داند. از نظر رئیس جمهوری ایران چالش اصلی دولت نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی است. تجمع و اعتراض بازنشستگان برای دریافت حقوقهای عقب افتادهشان هر روز بیشتر و بیشتر می شود. مسئولین می گویند تعداد زیادی از 24 صندوق بازنشستگی کشور یا ورشکست شدند یا رو به ورشکستگی هستند. متاسفانه در دولت‌های قبل اومدن از این منابع موجود استفاده کردند برای برخی از مشکلات دیگرشون، بنابراین بدهکار شدند به صندوق تأمین اجتماعی. دولت در حال حاضر 110 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، سازمانی که بیشترین تعداد بازنشسته را زیر پوشش دارد. بیشتر این بدهی پس از سال 1389 به دنبال اجرای یارانه‌های هدفمند ایجاد شده است. دولت مجبور شده برای پرداخت یارانه‌ها حق بیمه کارمندان و کارگران به سازمان تامین اجتماعی را عقب بیندازد. در مقابل برای پرداختن بدهیش به صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی را به آنها واگذار کرده. سوء مدیریت‌ها باعث شده صندوق‌های بازنشستگی درآمدی نداشته باشند و حتی ضرر بدهند. رکود اقتصادی کشور هم این موضوع را تشدید کرده. گاهی هم خبر اختلاس از این صندوق‌های بازنشستگی به گوش می‌رسد، مثل آنچه برای صندوق بازنشستگی فرهنگیان پیش آمد. نسبت به صندوق‌ها وضع ما فعلا سال به سال داره بدتر میشه. یعنی ما در سال آینده 50 هزار میلیارد تومان کمک خواهیم کرد به صندوق‌های بازنشستگی، حالا چه تأمین اجتماعی چه کشوری فرق نمی‌کنه. حالا نیروهای مسلح که وضعشون بدتره صندوق‌هاشون. از طرف دیگر پایین آوردن سن بازنشستگی و مدت خدمت با هدف ایجاد فرصت شغلی بیشتر برای جوانان باعث شد تعداد بازنشستگان بیشتر شوند و در مقابل تعداد شاغلانی که حق بیمه و بازنشستگی می‌پردازند به همان اندازه افزایش نداشته باشد. صندوق فولاد یه نفر کار می‌کنه 10 نفر حقوق می‌گیرن. تو صندوق بازنشستگی کشوری 0.9 نفر کار میکنه 1 نفر حقوق میگیره. صندوق نیروی مسلح فکر میکنم حالا همین حدود 8.9 تا. تصمیماتی که طی 40 سال، بیشتر از 40-45 سال برای صندوق کشوری گرفته شده، به قیمت روز 400 هزار میلیارد تومان ما تصمیمات غلط براشون گرفتیم. به گفته کارشناسان اگر وضع به این صورت ادامه پیدا کند تا 5 سال دیگر تقریبا بیشتر صندوق‌ها توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان را نخواهند داشت. به عنوان مثال صندوق تامین اجتماعی به 3,200,000 نفر مستمدی پرداخت می کند. روندی که در صورت توقف ممکن است دولت را با چالش امنیتی بزرگی روبرو کند.